دوستا عزیزم سلام عرض میکنم. اگر نوزم نام مرا نمیفامین شفیع یارستم. برنامه امروزم کم متفاوت است از برنامه هایم در مورد اسلام و سیاست و بعض مسائل دیگه. ایره زیادتر توفه میتونم به هموطنهایم که تازه در هم یک سال دو سال امریکا آمدن و اروپا آمدن و کانادا آمدن و ما مالک پیش رفته دیگه تا ازبکستان و تا تاجیکستان هم بر افغانستان پیش رفته ترستن. ما یک کم از امی امریکای خود به شما قصه میکنم از امو او غایتای اول که من امریکا آمدم. هفته اولم بود ما که آمدم در سان فرانسکو آمدم در مو منطقه بیریا خود سان فرانسکو نه در مو منطقه هل تاپ یک منطقه را میگه در از سان فرانسکو شاید یک 20 دقیقه به طرف شمال در میایوی 5 که بیاین نموجه است. ما پشت کار میگشتم از امو روز اول که آمدم، اما یک هفته بعد ما همراه برادر خودم موتر شیشته بودم کدام جای میرفت در یک جای استاد کرد که تیل میخرید یک چیزی یک گس استیشن شل بوده کسایی دان که امریکا و کانادا ایجا هستین شل گس استیشن هم میفهمین. باز برادرم گفت والا باش که نمی نفر کار داره کارگر کار داره ایده می نزی که همون خانه ما بود. رفت کتش گب زد نفر بیرو برامد وقتا دیگه کریدیت کارت به خیلی می چند روز نبود. اگه بود قام نشده بود که بری در ماشین اک دی و پیسه به تیوینا یه گپ شاید 36 سال پیش باشه. خب این نفر به خیلی مشهد ضرورت داشت برای یک کارگر و مرا که دید گفت انگلیسی می فهمی؟ ما بسیار کم می فهمیدم، شاید به کله زیادتر گفته باشم که آن نسبت به زبان. باز این تنها اینم که یک نفر کار داشت که امی تیل پمپ کنه در موتره و پیسه شانه بگیره. بناهن تو باید دو چیزه بفهمی که اینی تیل بگیری و جا پمپ کنی و پیسه را بفهمی که پیسه را بگیری. مرا گفت که پیسه را میفهمی پیسه امریکایی را؟ ما گفتم آخ ما دیگه یک دلار دو دلار پنج ده دلار. ما گفتم اما تو یک چیز است؟ گفتم بله. از امی جیب خودم تو یک مش زد اینما قدر یک پولیسی ها کشیده ایج نمی فهمیدم. از امی کشید و گفت ما او اخی نامارم نمی فهمیدم. خو اتمی همه تا پرسان کرد که which one is nickel, dime, quarter هر چیز رک پرسان کرد ما ایج کدامش نمی فهمیدم و شمول پنی ایج کدامش نمی فهمیدم. باز او مره گفت که نه ما تو رو در کار گرفته نمیتونم. یعنی جاب انترویوی اولم، یعنی اولین کار ما که چه قاسان ما میتونستم بگیرم تنها یک چار پیسه آینی رو ما باید میفهمیدم از دست دادم. و او نفر که یک آدم ساده بود که در کلش نگشت که خالی ده دقیقه میگیره بیا گیره یاد بتم. فکر کرد که شاید کدام غول از کجا خدا نامده و غول هم معلوم میشی وقتی که گپ زدن نتونی در مولسان از او آدم گپ بسیار آدم گپ خوب آدم هوشیار نشان میده. اگه هیچ گپ زده نتونی و نفر سوال کنه یک رقم غول معلوم میشه. خلاصه ما این کار خود از دست دادم. اما یک کنی ما باد بخیلم یک کار یافتم، ولی او بسیار یک رای دور بود، نیم ساعت دور در یک شهر است به نام اوکلند. کسایی که در کالیفرنیا بخصوص در شمال کالیفرنیا زندگی میکنن میفهمن یک جای بسیار مشهور است. اما در اون منطقه که این دوکان بود آرکو ای ام پی ام، شما کسایی که در امریکا هستین حتمی دوکان ها رو کلتان میفهمین، بخصوص در ویسکوس شاید در ایسکوس نباشه. آرکو ای ام پی ام یک از استیشن بسیار کلان بود. باز درونش بقالی میگه ما شما دیگه نمیفهم کدام کلمه دیگر، یعنی ما گروسری هم میتونیم بگویم یا یک دوکانه که خورده که میدره یک چیزکای خورد خورد، مقصد در موجه میتونی بخری از دوکانهای کلانه که میری که مثل سیف وی و البرسن و دوکانهای کلانه که همه چیز ما بینش از دوکانه نیست، یک فست چی هست شاپینگ پلیس هست. بنان
در ایجا ما کار یافتم. کار ما بخلم که 6 یا 7 دیگر شروع می شد. باز ما موتر از برادرایم که جا بود یکی دو نفر اینا یک موتر داشتن که ما میتونستم شبکی را بگیرم برم برای کار با صبح پس بیایم. خب خلاصه امون موترم شبیه نووا بود، یک نووا NOVA نو علیه صلات و سلام، موتر نو علیه صلات و سلام. ما ایره میگرفتم میرفتم، نو موترم یاد گرفته بودم دیگه. او وقتا ما به الحمد قل و الله زیاد باور داشتم، یک الحمد و سه قل و الله را از اموجه که شروع میکردم تا اموجه سر خود چف کدم میرفتم و سر موترهای دور و پیشم که باش اونا مرا نزنن و ما اونا را. خلاصه کار که رفتم او آقا بسیار تیز برای ما اولین کار ما یاد داد. همی که روز اول که رفتم گفت بیا بریم بیرون، یک جاروی از جاروهای درازه که جارو در پایینه تا یک چوب داره، همی ددش بود همی کلگی از همی بیرون یک جارو کرد سر ما، کت ما، یا ما کتش بودم جارو کرد که ببینم. ما هیچ وقت او کار نکده بودم که به دستم داد، ما او را یاد نداشتم. به خلم اول مره داد، ما یاد نداشتم، باز خودش شروع کرد. خب ما ای را یاد گرفتم. از او که خلاص شد بردیم در تشنابایشان، دو تا تشناب در بیرون داشت در پشت دکان. باز رفت مرا نشان داد تویلت و چیزای خود، همی جایی که مردم میشینه برای رفع حاجت و دستشوی کلگی را گفت ای را هر روز پاک میکنی. بسیار خوب، ما ای را گرفتم. باز بعد از او مرا برده داخل دکان. کولر داشت، یک کولر بسیار کلان داشت، یعنی یک قایده یک از موترک های بقیه که در کابل بود فلکس واگون، از وای یک 4-5 تا شک پشت پشت ساد میکردی در جای میشد. دیگه بازو قفص ها داشت. دیگه ای برای ما گفت که هر روز تو که میایی را پر میکنی چیزایش که خلاص شده در اوجه قوطی ها در پشت سر است، کارتن های کلان از یه مواد است، از وا میگیری در قفسگک ها اعلامیتی کلگیش پر منظم. ما دیگه در او وقت تنها کوک میفهم و فانتاره و در اینجا یک 3-4 صد رقم نوشابه است از شیر گرفته که یک 4-5 رقم شیر تنهایی داره و ما در افغانستان تنها یک شیر میگفتیم و باز اندازهای مختلف از اقه تا اقه تا اقه تا گیلنش. از او نوزه او وقت تنها یک گیلنکی هایش فروخته میشد، خورتر نبود. دیگه انها و اقسام نوشابه، از اونایش که الکهالک بوده که یعنی الکول داشت و واین و بیر و دیگه نوشابه های رقم رقم که من نام یکی زیره نمیفهمیدم. این مرد اوجا برد که گویایی از ما میخواست که دم یک روز دیگه من کل چیز یاد بگیرم و ما هم نو از افغانستان آمدیم. خب خلاصه ایره ما اما تا ایستا ایستا یاد گرفتم. یکیش سیکو از چهره و از این ناماش هم من نمیفهمیدم. خب بعد وایزر که مچم واین کولر و وقت نو بر آمده بود که مچم چی بچه. خب خلاصه یک 2-3 صد رقم نوشابه بود، اما ما ایره تقریبا دم یک هفته یک نیم و نیم کله یاد گرفتم. در کله ایم گشت که آه اینی اونجا میره یه ترسوی تو. بعد از او ما دیگه شکر کردم که کارم دیگه حال آسان شد. دیگه هر روز ما میایم بیرون جارو میکنم، گفته ما شما کنار آبای زیار رو پاک میکنم. باز بعد از او میرم کوله رو پر میکنم. خب باز ما شبکی هم اونجا میباشم کت نفر کشراج سرش، کسی که از مردم پیسه میگیرن. دیگه او وقت هم کشراج سر بود، اما اطوره که مواد ایتا او در پیش شیشگه که حال تیر میکنن کلش بارکود داره، وقت در کمپیوترش نشان میده که چند چیز آمد و چند شد. این رقمی نبود، باید میفهمیدی که چی چند دست کجا میزدی. این $1.50 $0.99 باز کلش جمع میشد، باز پیسهش میگرفتی چی. اما من در اوجه قرار سعی میکدم کتمی نفر بودم. ای دکان در یک جایی بود که بسیار خطرناک بود، منطقه قیانسی آب در اینجا بسیار مردم های خوب دارن، هر منطقه سفیده ها کلگی ما خوب و خراب داریم، خدا ناکده این نیست که ما بر علیه سیاه بگویم که مردم بده، اما اون منطقه سیاه بود و سیاه غریب و خطرناک بودک. بنان یا از 8 شب دروازه را از بیرون بسته میکردن یا شاید 10 شب
دروازه در آمدن بسته میکردن، یک کلکینچگه که خورد داشتن، از امو تیل هم کس میخرید، پیسه خودم میداد برش میزدید در کمپیوتر که برای تیل شوه و اگر چیز کارم داشت. دیگه ما اموجا میبودم یک هفته، باز فکر کردم که کولر است، باز چی شروع شد؟ موادی که در خود دوکان بود. یک روز که آمدم که این صندوق های مال آمد که باز او هفته دو روز دلیوریشان می آمد. او که آمد بازی مرد کمره گفت کل زیر در ایجام باید بچینی. باز من هر بکس باز میکنم ده ویز رقم مال ده که ما یکی از زیر نمی فهم. بیخی مثل یک آدم کور که نوچشم پیدا کرده باشه. خب ایره بازی یک هفته دیگه گرفت که ایره فهمیدم که دیجا می روی دیجا تقریبا دیگه او یک بسیار نام داشت، من نامایشان دیگه نمی فهمیدم، ولی فهمیدم که در اینی ناهیه می باشه و در اینی شلف. هفته سیم آمدم که نفری که کش راجستر شوانه کار میکرد او نامده بود، خود صاحب دوکان اموجا کار میکرد. تا می ساتای هفتهش بجا که کار کرد، باز مره گفت من کل کارهای دیگر خلاص کردم که آمدم که سات شم. گفت شفی امشب دوکان تو پیش میبری. دوکان ما پیش میبرم چی یا نه؟ حالا میگه من این یک سات باد میرم دیگه شب دیجا تو تناسی، چون روزکی کار میکرد و نمیتونست 24 ساعت کار کنه. ما ایران ماندیم نزدیکه که آسمان چپه شد سرم که ما هنوز هیچ چیز را در دوکان نمیفهم. امی کش راجستر هم یاد ندارم، قیمت مالا را هم یاد ندارم. ای کاکا که بره دروازه هم بسته میشه، از غرفگک ما باید بفروشم. نفر میه یک چیز پرسان میکنه، ما باید بفهم کده کجا از نام از او چیز که ما برم او را بگیرم بیارم مرزی پیسهش بگیرم مالا بتم. ما ایران نمیفهم. خوی کش راجستر دیستی بیا ما یادت میتونم کش راجستر پنگ 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 زدک یک سات واره می نفرها که می آمد اونا رو من میکردم دیگه او رو من یاد گرفتم. او سخت نبود خوی یک همه چی بود اما یک نوتک هم بخیلم کردم. خوی ای رو من تقریبا گفت اگر مشکل داشتی باز تلفن کن. خو خلاصه ده بجه شب که شد بخیلم ده بجه بود کاکا دروازه رو بسته کرد موتر خود شیش تو رفت. دیگه ما ماندیم یک دوکان کلان کت یک پنج شش هفتصد رقم مال که ما باید از یک کلکین نفر آمیه و شوکی این همه تا لین نفر است، چون هم تیل داره هم دوکان خورد ده بقالی داره نفر آمیه ده پشت از یک از کلچه گرفته تا آدا گرفته که تا نوشابه های رقم رقم و تا سگرت و تنها یک بیسی رقم سگرت داره که ما او آرامش نمیفهم. باز چوینگ توبکو داره ای نسوارای که از ما شما خود گرقیم بود یام دارن نسوار چوینگ توبکو میگن. ما ایرام نمیفهمیدم. خو خلاصه این مرا ایلا کرد مثل از اینکه یک پرنده را نهو گرفته باشی از وایل در قفس انداخته باشی شد. و ما میخواهیم که از این دوکان برایم و ببروزم اما هیچ را ندارم. مرا در اینجا ایلا کردم و این دوکان را نمیتونم بسته کنم. خو خلاصه یک شو و دو شو و پنج شو و ده شو ایره آیست آیسته ما یاد گرفتم، بخصوص زیر فشار که باشی سرت زیاد تیز کش میکنی یاد بگیری. خب یک دو هفته دیگه کار ما آسانتر شده دیگه، کم کم من نامارم با متلفظ انگلیسی از او زمان خود یاد گرفتم و موادم تقریبی که چی در کجا میره و یکان چیزا رو ما دقل یک پینجا شست فیصد مواد دیگه ما یاد گرفتم که ناما هست یا چی هست در کجا هست چطور. خب خلاصه دیگه یک شب از طرف های دوازده شب نمی پشت همی غرفگک همی کلکینچگک ما یعنی که می بینم این تا ویسه که تیل مندازن تا این همی جه یک بیسی نفر این همت ساده از در قطار یک شمه یک ازی بته و چی میکنم یک شمه ازی و ما یک تاز شنه می فهم. اما ما یک چال بسیار خوب یاد گرفتم او رام از زن صاحب از این دکان، او هم چندان هوشیار نبود که کل چیزها را بفهمه. باز او میگفت که یک چیزی که یک کس پرسان میکرد تا اون وقتی که دوکان هم باز بود میگفت مثلا اینی مرچ سیاه در کجاست، باز او میگفت که What do you mean by black pepper؟ باز اون نفر میگفت که اینه تر از خوردنی زده تا چیزک آمه باز Oh yeah that is there، باز او میرفت از اوجه میگرد.
خب من همین جمله از یه توتا آورم تو زفت کده بودم و لجه از اونه یک همک لجه من از او کده بهتر بود که what do you mean by this. ما ایره خوب سه یاد گرفته بودم چون این مشکل گشای ما بود. دیگه ما همیشه که نفر میاد یک چیز میگه که can I have this، ما میگم what do you mean by that، بازم میگه اینی، من میرم او را یک رقم چی میکنم، خب از این میارم دیگه. همی طرف های دوازه شو هست که نمت لین نفر هست، اما تا دمی پیش روی همی کلکینچگه که همی نفر اول که استاد است که نفر پیشترش رفت، یک آدم سیاه بسیار پاک و صفا و کالایش منظم، ریشکش چپه تراش شدگی، مویام همت پاک و صفا، قطع سیاه از اون منطقه یکمک تفاوت داشت، یکمک بهتر معلوم شد، بسیار کوچگی معلوم نمیشد. دیگه یک آدم محترم بود. ای اما تا آهسته بر ما گفت که Can you give me a pack of condom؟ A pack of condom؟ ما چرا زنم؟ کاندوم حالا من نمیفهم که چی است. ما مو چال خود زدم که مو جمله مشکل گشای خود استفاده کنم. دیگه ما برازی بلند میگم او آیستگه گفت، من نفهم بیدم که چرا آیستگه گفت. ما میگم What do you mean by condom؟ ای اما تو بسیار برش غیر مترقبه بود که گفتم. باز اما تو یک تبسمه که بسیار خرد و خوش کرد که نشان میداد که بسیار ناراضیسته و یک رقم متعجب شده بوده. باز ما هنوزم متوجه نشدم، ما بازم برش گفتم که What do you mean by condom؟ دیگه در پشت از این یک زن سیاست و هم یک زنه که همه تو خوش شیرگه لباس های خوب پشت سرش دیگه همی کلشان سیاست. دیگه ای یکمه که رنگش سرخ گشت، کمایش که سرخ شد بود تاریک از جلدش، ات یک گره رقم شده. ایران من چی بگه باز تکرار کردم او را که A pack of condom. دیگه تا آله که سه دفعه تکرار شد، نفرهای پشتر وقت فهمیدن ای بیابرو شده. من خبر ندارم که ما ای را بیابرو ساختیم، مگرم ای دیگه میفهمه که کلگی در پشتر فهمید. خب پشتر خوی خانم بود، پشتر از ای یک آقای سیاه بود، او یک رقم دلخورگی پیدا کرد و قارش آمد از اموجه. بسیار ببخشین خانم ها اگه ایجا هستن یا اولادایی که پایین سن 18، خواهش میکنم شما ایره نبینین. یک دو سه او قار شد و برای ما گفته من کاندم کاندم اترکایی کدم ایره. ما دیگه نه از افغانستان آمدیم، یا قار شدم که این مرا دو میزنه، ای بسیار ببخشین ای بی پدر مرا دو میزنه، والا مثل از ای که بگوی ایتو کنم یا ایتو. دیگه مام در داخل دکان هستم، او در بیرونه. ناگفتن همونه که زور مام به او نمیرسید، بسیار کته بود، اما اگه بیرون میبودم حتمی یک گپ میشد. دیگه یه همه تا که کت مرا دیگه بسیار زور داد، من میگم این مرا دو میزنه. ما در زندگی می هیچ وقت اتو پشت یک دو جانانه نگشته بودم که می یک دو دمی کلیم بگرده که ما میره یک دو ده. اما تا او زمان ما یک دو انگلیسی یاد نداشتم، اما تو اغدا بدل ماندم که ایره ما یک دو نزدم. خود در این وقت یک آقای دیگه در پشت سرزی بود آمد پیش، باز مرا گفت که Sir, can you go there؟ مرا به اشاره فهماند که برو در ویسه. باز پیشتر 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 در مواخر دوکان که رسیدم در می دست چپ، گفتم میجه سایکو سای کردم، یک چیز نشان دادم دیگه چیز دیگه چیز. باز گفتن بیشی بیشی او میفهمید، بخیل مو همیشه میخرید. او را که کشیدم ای اینت یک چیز بود. اونمو دیگه ما ای را آوردم. حالا همو یک دویست نفر که دلنگ بود کلگی فهمیده که گپ چیز، یک چک چک یا سر من کردن که ما ای را بر از آقا آوردم و ای را برش دادم و پیسه خود داد رفت و ما هم دیگه عرقای خود نیمه نیمه پاک کردم ای رفت. خب یک دو ساعت بعد دوکان طرف های سه بجه و ترا چی میشد، بسیار خلوت میشد، کم کم نفر میامد. باز ما گفتم باش که چی بود، ما رفتم و موسه دوکان
یک پک از زیره گرفتم آوردم ایره واز کردم. ایره که تو واز کردم باز اتو ایره کشیدم باز ایره کشیدم که سه دانه دهش هست. هنوز هم من لوده بار ایره نمیفهم که چی هست دیگه. دیگه من ایره واز کردم ایره کشیدم ای والا هنوزم مغول ایره درست نفهمیدم. ای یک پوخانه چرب. خب من ایره یک کمک دقت کردم ایره سعی کردم او ای بیچاره امشب کت کدام خانم یک جای می شده و ای یک پروتکشن می تبرش هم برای خانم هم برای آقا که زن عامله نشوه. ای کاندوم بود. یعنی من ایره یاد گرفتم مگر با بسیار سختی. خب من کت خود شر زدم که آل چی آجته او بدارم این کاره که شما میکنین. او وقت من از افغانستان آمده بودم موقع بسیار زیاد هوشیار نبودم که چیزا را بفهم و از نقطه نظر فرهنگی هم نمیتونستم این چیزا را بفهم. ولی پسان دیدم که مردم ها از ما کده بسیار پیشرفته هستند، بسیار هوشیار هستند. هر چیز را در زندگی خود سنجیدن. ای که چطور زیاد اولاد نیارن، که چطور اولاد کم باشه و ناقی اولاد نیارن و عزیزن نیارن تا که در جامعه یک تعداد اولادایی که کسبشان رسیده نتانه به وجود نیاید. او وقت فکر کردم که ای کاش که در افغانستان ما هم همقدر پیشرفته می بودیم که به می چیزا دسترسی می داشتیم، که این عقاید پوچه نمی داشتیم که هر چه اولاد بیاری بیادر وزنش زمین می ورداره و نانش هم خدا می ته و اردویش غلط. خب زورش شاید زمین ورداره اما نانش خدا نمی ته، چون خداوند بر داده یک واحد کل عقل، هوش، چشم، گوش، بینی، زبان، دست، پای، زمین، آب، دریا، هر چیز برای داده که تو بتانی همون نانه که از خدا توقع داری تو بتانی بر اولادت بتی. اما ما یک جای میشیم و یه یک چیز طبیعی است. یک زن و مرد، یک آقایی که زن داره، یک خانمی که شوی داره، اونا مثل همه گی ما غریزه دارن. وقتی که با هم یک جای میشن امتزاج میکنن و اگر یک طریق خوب باشه قولات نمیه که داده تا در خانه باشه و ایچ هم اولادا یکیش به درستی نان نداشته باشه، بخصوص در این وقت ما. خب خلاصه اینی کاندوم هسته. اکتیاتان حتی شاید همیالی هم نفهمین که چی هسته، همیالی هم شاید نفهمین. ای برازی هسته که یک مرد در آله تناسلی خودی را جراب واره می پوشه. ببخشین دیگه رقم نیست که من ایره تشریح کده بتانم که وقتی با خانم خود یک جای میشه یا با کدام خانم دیگه او عامله نشه یا اگه کدام مریضی جنسی یکیشان داشته باشه و دیگهشان نره، کم رقم یک فکایی که گفتن کدام نفر بچهش رفته بوده روسیه و بچه موجه که میری یادت باشه که اینت یک چیز است گیره بپوشی که باز اگر نه تو کت یکی که یک جای شدی از اوتور مریضی میگیره، باز کت از یکی یک جای شور میگیره، باز او را میگیره، باز بالاخره مرم میگیره. از این خاطر این یک چیز بسیار ضروری است، چی در امریکا، چی در اروپا و بخصوص در کشورهای ما یک چیز بسیار بسیار ضروری است. خب امیال یک فکایی یادم آمده، یک قصه یادم آمده که اصلا فکایی نیست. یک دوست ما از امریکا رفت ایران، بازی رفیقایش یا فامیلیش بچه ها اینا از امو چی بیاری، از امو از امی بیاری و بیاری، یک صد قطی از ایر خریده کت خود ایران میبره
دیگه خودش قصه میکنه، میگه در ایران که تا شدیم در مکستم و سرحد از تایرک تا شدیم بکس ها رو سعی میکنه، این بکس همه رو آواز میکنه که از این قطی یک صد دانه. آقا این چیه؟ میگه من ایران ماندم برش چی بگویم. من گفتم کاندم. کاندم چیه؟ کاندم چیه؟ آقا حالا دیگه یه هم شرمیده هم ایران است چی بگویه و بخصوص که صد قطی داره. میگم ما برش دیگه مجبور شدم تشریح کردم که این برای اینه تو یک چیزه. میگه اون نفر به ما گفت که آقا اینجا نامزد هستی؟ میگه ما برش گفتم که نه. گفت آقا اینجا خانمت هست؟ میگه ما برش گفتم نه. گفت پس با این آمدی جان خواهر و مادر من و راسی ها میالی ایران مانده که چی بگویه. رفیقا خواسته رفیقا. خب خلاصه این یکی از چیزهای سخت بود که یاد گرفتم و در زندگی بسیاری چیزها را که ما در امریکا یاد گرفتم، آدم های غول واره یاد گرفتم. اما یک گفت میگن که اگر اوشارستی از دیگرها بیاموز، اگر غول استی باز خودت یاد میگیری، منتها خودت اگه یاد بگیری و سختی یاد میگیری. ما تقریبا هر چیز را که در امریکا یاد گرفتم و شمول همی که خانه آباد میکنم اینا را ما کلش خودم یاد گرفتم. یعنی اتن نبوده که یک معلم داشته باشم که بیا اینی رد تو کو بیای تو. سعی کردم دیدم یاد گرفتم و هر چیزی که بوده همی رقمی. یعنی بسیار کم ما راهنمایی شدیم در امریکا. البته ما ماها در موتر خود خمو میشدم، روز یک دفعه نان میخوردم، آیسته آیسته یکم ایر یاد گرفتم، یکم او را یاد گرفتم و بعدا یعنی موفق شدم، چیزهای خوب یاد گرفتم. اما وقتی که بسیار موفق شدم در زندگیم از نقطه نظر اقتصادی، وقت ما کار تقریبا الا کردم دیگه، مسائل افغانستان و ایچزار ما زیادتر در این را رفتم، همین رشته اقتصادی و اینای ما. حالا که خانه آباد میکنم تنها موقع که زندگیم پیش بره، اگر نیمه میتونم سال 20 تا 30 تا خانه آباد کنم، یکی دو تا آباد میکنم. ولی به هر حال یک سلسله چیزها رو من به شما میگم، هموطنای عزیزم که در اروپا آمدین، در امریکا دیجا. ما که امریکا آمدم من نمیفهمیدم که ما بویجان داریم، به خاطر که در افغانستان ما خوبیش ها لافوکا بودیم، الا ما پاک هستیم، این دو خونه هستیم که بوی بتیم، ما مسلمان هستیم، یک کون میشوشتیم، خیلی ما کل چیز پاک هسته نبود. ما خود ما فامیل ما هفته یک دفعه امام میرفتیم، پدرم قطع برادرهای ما یک جای میرفتیم. در یک هفته دیگه در او خاک و گرد کابل و پیاده روی هایی که عرق میکنی بسیار بوی جان داشتیم، اما چون کلگی ما بوی میدادیم عین بوی در بینی ما عادی شده بود، ما کلگی ما مشک تر برای یکی دیگه بودیم، هیچ کدام ما بوی نمیدادیم. در واقع بوی میدادیم اما بینی های ما عادی شده بود با مو بوی جان ما. حالا که شما از اون مملکت میایین در یک مملکت مثل امریکا و کشورهای اروپایی و ژاپن و چین و حتی تاجکستان و ازبکستان و غیره غیره، ای را بفهمین که بوی جان شما را مردم دیگه اسم میکنه. از خود ما مردم اسم میکرد، ما خودم نمیفهمیدم. ما رقم کابل فکر میکنم که ما بوی نداریم، اما از نفرهای دور و کنار خود اس کردم که احتمال دارم ما بوی میتم، بخصوص که ما از افغانستان که می خوجه هفته یک دفعه لکه جان میشتی دیجه خود نمیکنی که هر روز دشاور یک رقم ناقی فکر میکنی. اما امریکایا بسیاری شد تا صبح که کار میره یک شاور میگیره، پس که آمد باز یک شاور میگیره. ولی امی هفته سه روز حداقل باید ما شاور بگیریم در این مملکت ها که بوی نتیم یا بوی ما کم شه. نال اگر در افغانستان خو باز مردم پیاده روی و ترام میکرد، دیجه در موتر میریم کمک میکنه چون بسیار مانده نمیشیم که عرق کنیم، اما کسایی که کار فیزیکی اینا میکنه یا گرمی باشه زیادتر بوی میگیریم. بنان یک سلسله چیزهایی است که در یک قسمت باید بکنیم بر علاوه شاور. دیگر چیزی را که ما میخواهیم به شما بگویم که شما که در امریکا آمدین
امی خود از یک از کجا سودا بخری؟ امی هم یک گپ مهمه. خب افغان ها بازی یک خوبی است که زنجیر واره که تکی دیگه حلقه حلقه هستیم. یک کس که یک جای دیده آخوار جان وزیج خرید ما بیاده جان ها و چی تیزه که در مردم آشنا میشه. اما سر از ما برای شما میگم که یعنی یک تیاد تان شاید والمارت برین، یک تیاد تان سیف وی اجتا دمی ویست کوست در جای دیگه آمد می دوکان ها را میافین. اما ما برای شما میگم بخصوص کسایتان که کارهای بسیار کلان کلان ندارین و ولفیر هم نمیگیرین، از امو ماش کم باید چیزایتان رو بخرین. ما شما را یک شاپینگ بگ امروز نمونه تن ما خریدم بسیار با پیسه ارزان. اینی کدام دوکان است؟ دالر تری است بخرم یا دالر دیپو؟ مقصد همی پلاستیک از اوج است. دالر استور یعنی که به یک دالر که در این یک دوکان پر است که مالایش یک دالری است. آل یگان تایش یک کمک یک 20 سنت ترا یگان مال خوده بالاتر برده کلش نه. ما همه تو برتان نشان میتونم. مثلا برس دندان، 4 دانه برس دندان البته ای کیفیت بسیار خوب نداره، اما برای اولادا برای زی که یک هفته دو هفته سه هفته یا سفر اینا میکنیم برای زی بسیار خوبه. 4 دانش یک دلار. برای اولاد که خور دارین چبلک که در تابستان بخصوص پیش بر میبرین لب دریا در جا یا تا در خانه که آمد بوت خدا بکشه در خانه بپوشه، این چبلک که یک دلار یعنی بسیار قیمت خوبه. در امریکا بسیار قیمت خوبه، در افغانستان شاید نه. کارد اینی کارد یه تا نیست که بشکنه، کارد خوب است. اینی کارد یک دلار است، یعنی که تازی شاید گو کشته نتانی اما دیگه کارا میتانی. کتاب اینی در موجه برین ادخل یک صد یک کنیم صد کتاب های مختلف در موجه است. The Storm and the Tide یک کتاب بسیار با معلومات خوب است. اینه میره که اولاده کایتانه بتین یه بسیار روی خودتان بخانین. یکان دفعه پیکنک میرین در پارک ها و جا اینه گلاسک های پلاستیکی. اینی مچم 2, 4, 6, 8 ده دانش یک دلار دانه ده سن. قلم، قلم های خودکار اینی 2, 4, 6, 8 دانش یک دلار. شما نگوین که ما از یه البته پیسه گرفتیم اعلان برتان میکنم، نه ما تنها خواستم که یک کمک کنم تان. اینو برای دیگتانه که میگیرین از آوان از او چی میگیرین، نه دانه یک دلار، دوتاش دو دلار، بسیار قیمت خوبه. قلم، قلم دیگر رقمی 4 دانش یک دلار. دخترک های خور دارین یا حتی خوب برای خانم ها این مفلر، این مفلرک بسیار خوب مفلرک هستن یک دلار. مخصوص دخترک های خوشگل چوچه دارین برای از وا. باز برای بچه اکا میتونین رنگ های مختلف شو بگیرین، اینکتش یک بوگک بزنین. آه برای زیر بغل ایره هم از دلار سور نخریدیم، شاید در دلار سور هم داره یعنی از اوجه نگرفتیم. سعی کنین اینی سرش واز میشه، اینی سفید که است جانتان کلوچه در زیر قولتان یک دو سه دفعه کش میکنین بالا و پایین. ای امو زیر بغلتان یک دو سه روز از عرق بوی نجات میده. اینه برای ظرف ششتنتان اسپک اند سپم. سعی کنید نقدر صابون بخلم صابونه. بله اینه ای یک دلار. انها و اقسام شامپوها چیزایی که خانما بر روی میزنی بخلم برای روی است. کوکا بتر باشن کیره ای جوانم که مسل رب دوا. مثلا این کریم از یک دکان دیگه بخری 10 دلاره، اما این دیج یک دلار برای زی که یک درد از عضله داره این یک جایتان میزنین. انها و اقسام از این کریم هست. بیبی شمپو اینو میره از دکان های دیگه 5-6 دلار از جمع یک دلار خریدم. اولادک های خوردتانه مخصوصی نمیش شمپو که هسته
بیبی شمپو میاکس شو ببینن. این خوبیش دیسته که چی نمیشه که عشق از چشمه، مثلا صابون در چشمتان که میره عشقایتان سر میکنه، چشمتان درد میگیره، اما که تزی نمیشه. یه نوع برای کسایی که سالگره دارن، شمه که باز پتاقی وارد چی میشه. این برای اولادکایتان که رسامی میکنن، برسک های چوچه چوچه. آینک، یکان دفعه یک آینک کار داری، آینکت گم شده یا یک آینک هموجه نمراش زدگیستی، نی نمرش بخلم نمره ازی بخلم نمره یک و بیست و پنج است. در اینجا یک و بیست و پنج نمره چشم. در چشمت یکی شک و دگیشه دگیشه میبینی کدام. اینه برای یک آدمه که نمیخوای زیاد پیسه مصرف کنه. شیرنی همی چاکلیت ها و اینا که در دگه دوکان ها دو دلار، سه دلار، پنج دلار، یک دلار. مثل ازی یک دوکان که ازارها قلم مال داره، هر کدامش یک دلاری. شما میرین مثلا در والمارت، شما میرین سیف وی، دوکان های دیگه در ایجا میرین، بسیار پیسه تان میره. اینا چیزای ضروری است همی که زیر بغلتان پاکنین، همی که در بیرون میرین ریشتان رو بتراشین. ای افغانستان نیست. نفرارا میبینم که میاد اما بین پارک این پرانتمان افغانی در ایجا بد معلوم میشی افغانستان تیر شد. او را در اینجا پجاما میگن، یعنی کالای خو. کت کالای خو که بری مردم فکر میکنه که یا از کدام مردم های نمیفهمن، یک امریکایی، یک اروپایی، مردم ها که میمی کارها را نمیکنه، چاینیزی ها اینا زیادتر که میکنم. و یکان ایندیا و پاکستانیا ها وام که از اطراف مملکت خود هستن، شهری هایشان نمیکنن. و این امی ما اوانا از ما میمی اوانای ما که یک امک اطرافی رقم ها این امی نا میره میپوشن، باز کلای اوانی با پوش و چپلی و چیزا اونا در ایجه نیسته. و دیگه خانما کته چادرهای کته کته زنهای بیچاره بخصوص در تابستان این یک چادر کته سر از اون میپوشن، این کالای چی باز سر از وام یک شال دیگه سر از اون بیچاره دور میتن. باز یگانش همیجه میبینی که جای خودم بسته میکنه، اولادکای خورد سنف دو سه و چاره سرشان همو عین رقم میکنن. ایجه کامدی از افغانستان گریختی نگریختی؟ برای چی گریختی؟ اگر قدر اسلام خوش داشتی، قدر امو فرهنگ خوش داشتی، خاموشه میشتی. اما تو گریختی. اموجا هر صبح بانگ آزان بود، از هر کوچه، از هر کوچه نماز کت لادسپیکر میخوندن آدم های نادیده واره. خدا حاضر است که در یک کوچه مدر آمدی. در مثال 2005 من رفتم، صبح که میشد در می وقت نماز یکیش که آزان سر میداد، دو دقیقه بعد دیگهش سر میداد، سه دقیقه بعد دیگهش، تو نبود که یک جایی. در خود قرآن، در اینمی قرآن است آیت که نمازتانه نه بسیار بلند بخونه، نه بسیار آسان، بسیار پخش، با یک صدای وسط بخونه. یعنی در لادسپیکر کس نماز نمیخونه، در لادسپیکر کس آزان نمیته که کل ناحیه رو بخیزانی. اولادای خورده است، آدم های مریض است، آدم های که انسال است، تو عقل نداری که بر از وای ای کار کنی. باز تنها آزان نه، خو یکیش یک دقیقه بعد، یکیش پنج دقیقه بعد، یکیش ده دقیقه بعد، یک نیم ساعت آزان بازی است. بازی یک مولای لوده شروع میکنه نماز خواندن در لادسپیکر. دمی قرآن، بازم دمی قرآن آیت است، بخدم سوره لقمان است که لقمان به پسر خود میگه ارا این بدترین صداها بانگ خره. یعنی این آیت قرآنه که بانگ خر بدترین صدا است. یعنی چی؟ یعنی که اون صدای بلند دلخراش. تو این حال خار میشه حالا آزانه ای بانگ خر میگه، ما برای تو میگم هر صدایی که دلخراش باشه، اما تره صدایی که مردم از خو میخیزانه، صدایی که گوشها را اذیت میکنه، اما موتو یاد دادن سبحان الله بسیار یک مزدار است، بسیار مزدار نیست. بسیاری مردم امور خوش نداره. بنان یک کار کو که نمازت به اندازه گوش تو باشه، بخصوص که حال تکنولوژی بسیار پیش رفته. در خانه خودت هم اولاده که یک ساله داری، دو ساله داری، زنت عاملت، اونا را اذیت نکو. اینی چه کوکو می وقت آزانه برای خود صبح دم بغله که گوشت میگه الله اکبر، باز خیز برو نماز تا بخون.
ایره ما برتان میگم ای آیت قرآن است که اراینه بدترین صداها بانگ خره. بنان در امریکا هم یک وقت مردم ها میخیست که آزان رو تا در خانه خود، اما ایجا یک کود صداست که صدایت باید از 80 فیت دور نره که همسایه‌ت اذیت نکنی. نه کلیسا حق داره، نه سنگاگ، نه تمپل، نه ما مسلمان ها. و خوبه کمه تره چون این کار بسیار مدنی و سول است. به هر حال دیگه چیزی که بسیار ما برای شما از تجربه خود بگویم یا از حال اولادایتان تلفن اولادای خوردتان نتین. دوم دیگه اگر مجبور هستین که بتین باز چی نکنین؟ 24 ساعته نمونین، روز نیم ساعت برش توفه بده و هم کل کارهای خود کرد. اگر کل کارهایش با گفتید بود بده. در غیر از او بسیاری پدر و مادرها چی میکنن؟ اما خکبان که سر ما تیرش هم وجه کتش مصروف شه، او امروز دیگر روز دیگر روز یک روز میشه که او دیگه از تلفن از پیش گرفتن نمیتونی، کمپیوتر نمیتونی، گیم ها شروع میشه و تکس بازی شروع میشه و از کنترلت میره دیگه. هیچ وقت طفلت از تو نمیشه و طفلت یک آدم سوشبل یا سوشال کلان نمیشه که رفیقا داشته باشه، در جامعه بتانه بشینه گپ بزنه. او هر جایی که بره صد نفران باشه انترکویست بچه ما مورو پس کن، در خانه ما میشه، در مکتب ما میشه، بخی امو اجتماعی بودنش میکوشی بنان تلفن و کمپیوتره. اونا ما قدره که برای کار خانه یوی نایشان از بتین و به اولادتان برسین. دیگر چیزی که هسته که شما که در امریکا میاین، در امریکا بخصوص زمینه کار مساعده، در اروپا اتا نیست. در اروپا مردم میره درس میخوانه و بازی کار میگیره، در امریکا بسیار هر جایی که بری رقمه که ما کار یافتم کار است، بنان دمو گت میشی درس از پیش میمونه. بعد از 30 چند سال که ما دیجا بودم ما فکر میکردم که ما باید درس میخوندم، ما نخوندم. خب ما موفق شدم در زندگی خود چون ما کارهای کردم پیش خود، مگر کل نمیکنه. بنان شاید پیسدار شوی اما درس یک چیز مهم در زندگی ما است، این بسیار مهم است. چی پیش خود بخونی، چی در کالج و یونیورسیتی و مکتب بخونی یک چیز بسیار ضروره. و اولادایتان هم در اروپا بسیار خوبه، مردم اولادایشان کلشان در تحصیلات عالی میره یا زیادترینشان در ایج، زیادترین ما در کار میره، شاید فاینانشلی سکسید کنن اما از نقطه نظر علمی دورتر میمانیم. این یک چیز دیگه است. دیگه ای که اولادایتان دیجه به شیرنی و نانای شیرین و کلچه و این چیزا بسیار عادت نتین چون جرزانی است. حالا دونت بخره، حالا کلچه بخره، حالا شربت بخره، حالا فانتا، حالا کوک، اینا بسیار مزره. امی کوک که بخونی که در یک قطعی از چند قاشق بوره دیش است، انها و اقسام مریضی از مریضی دندان گرفته تا سرطان از امی پیدا میشه. ایران نتین. خوش اولاد می آید برات میگه وی بابا کو، وی بابا فانتا، وی بابا زی. نه دیگه ای که اولادت در اینی نانای بیرون بخصوص اینی فست فود که هست مثل مکدونالد، برگر کینگ، از این چیزا عادت نتین. این پر نمک و پر مواد هست که از درو انسان میخوره، بخصوص کسایی که سنشان زیاده. باز اولادا که یک دفعه او عادت کرد دیگه نانا را هیچ نمیخورن، چرا مو مواد که در او مندازن زبان در معادت میکنه، این نانای دیگه دیگه مزهش از دانشان میره. دیگه چیزی که هست که اولادت بفهمون که برای تمام مردم دیجه احترام کنه. او گپایی که میزده مسلمان است، امایت رست، امایت او گپا، اونا یک خیال پلو بود. اگر میبودیم حال ما یک مملکت خوب میداشتیم. اولادت یاد بده که به همه مردم احترام کنه، به معلم خود، به شاگردا، به هندو، به مسلمان، به یهودی، به بودیست، به هر کس که خودش مسلمانه بسیار خوب. اما اسلامت به مردم تعمیل نکو، در رخ مردم نکش. این اسلام تو یک دینه که شما فکر میکنین که بود، او نبود. مملکت ما این سه که در گرفت در 43 سال، باور کن 90% به خاطر دین است. مگه آدم غول نیستم. دیگه چیز را که میخوایم بگویم که ما شما در افغانستان به نان خشک بسیار عادت کردیم. باز اتا شلر برنج
شرکت نان خشک پشتی میکنه میخوره، بازه سرش هم یک چای شیرین میزنه اینا، ای بسیار غیر صحی است. ده ایجا که آمدین نان خشکتان کم کنین و او خدر زیاد که میخوردین که کت برنج او را کم کنین، خود برنج هم یک مقدار کم کنین. ما خودم تجربتاً میفهم که آدم مریض میشه. ما اونمو نانای اوانی میخوردم برای سالای بسیار دراز، حالا کمتر کده میشه، نیست که بخی کم کده باشم، همین نفس ظالم است، آدم از همین گلونت میگیره که بخو، اما میتونی که کنترل کنی شه کم کم. امو یک دوست ما گفت که پدرش از افغانستان آمده بود، در اینجا یک سه ماه بعد فوت شد، باز خانما از خانم بود پدرش، خانما در پولیش کشته بودن، باز میگن ویچ تو فوت شد ویچ تو فوت شد، و خانم بسیار هم ترک و پوزکنده برش گفت که خواجان پدرم در افغانستان از کمخوری مریض شد، بازم تو مریض آمد امریکا در ایجا هم از پرخوری مرد. از کمخوری میتونی مریض شوی اما از پرخوری میموری، راستی میموری. بنان این نقاط است که باید من نظر بگیرم. دیگه ای که من در این منطقه که من زندگی میکنم، دو سال پیش دو تا اولاده وقتی که از سرک تیر میشد موتر زد، به خاطر که در افغانستان ما شما به یک سرعت بسیار پایین ماشناست، ایتا تخمین داره اولادا که او این موتر که در این سه هست من که از سرک تیر میشم او تا او وقت نمیرسه، چون تجربه داره. اما سرعت در اینجا دو چند سه چنده، تخمین از این غلطه، تا که در نیم سرک میرسه موتر میرسه. اینجا مردم که درایو میکنن بسیار محتاط هستن، معمولا نفرها را استاد میکنن در هر حالت، اما یکان دفعه یک نفر نمیبینه، فکرش در یک چیز دیگه است. دو تا طفلک اینم اینجا موتر زد مرد. و دیگه ای که شما یک چیز بسیار ضرور دیگره که باید من نظر بگیرین، در افغانستان خب ما شما همین آشغال خود در هر جای منداختیم. همون یک فکایی یک از گفت که از مجاهدین ایران رفته بود، گفته وقتی که وضو کردن باز در افغانستان قلخک می زدن، و ایرانی گفت چیز کار ندارین، گفتن والا ما قلخ کار داریم. قلخ چی سنت او رو چی میکنین؟ قلخک می زنیم که دستنجا که میکنیم باز کالای ما چتل نشه. و ایرانی رفت و نفر کلانتر خود گفت که اینا قلخ میخواین، قلخ چی سنت یک چیزه، چی میکنن؟ گفت برای پاک کردن مقعد و آله تناسلی خود میگیرن. گفت برو برای ازی بگو که خاک خود خود فروختین، حالا خاک ما رو دمقدتان میزنین، مملکت خود خود آشغال کردیم. حال در ایجه که آمدین دو سایزم ما یکان دفع دیدیم، خودم این افغان ها اولادایشان یک چیز رو میگیره مندازن در پارک ها، بسیار بد معلوم میشیم. مردم های دیگه کجا میبینه پیشان بسیار بد معلوم میشیم. باز اگر موجه پرسانت کنن از کجاستی بوی افغان، در او بخی کل ما بعد معلوم میشیم. یک جایی که میرین یک گاربیج بگ مثل این پلاستیکی بود، همین پلاستیک های سودای تانه که میگیرین همیره او سو نپرتین، یکی شکتان در پارکا که میرین ببرین، گلاس تانه همو دسپاک تانه هر چیز تانه که میخواین در فضله پرتین در موبانین بستش کنین. هر پارک در اوجه یک جای برای ترش داره، قطعی های کلان کلان میمانه، بری همو جبانین. اگر همو نداشت ببرین در خانه تان، در ترش خانه تان پرتین، در گارب آشغالدانی خانه تان پرتین. اینا چیزای ضروری است که ما شما در این مملکت باید مراعات کنیم. یعنی ما اتن نیست که ما بگویم ما بسیار فهمیده هستم شما نمیفهمید، نه، ما این مراحل تیر کردیم، همین غولگری ها را یک یکی تیر کردیم. ما هم یک وقت فکر میکردم ساجقه خوردم بیا پوزش هم اندازم دیگه، اما آیست آیست یاد گرفتم که نه، ای او مملکت نیست، ای مملکت به میخاطر پیش رفته که مردم احترام میکنن به سرک خود، به پارک خود، به دریای خود، به درخت خود، به ایوان خود، به انسان خود. موتو کی جا آمدیم فکر کو که به موتو چقه احترام میکنن، چقه شما را می امریکای آمه و اولادتان و مکتب خودتان در کار به احترام. بعد چی ما شما اگر ایران در افغانستان می بود سر زنش هم چشم می داشتیم، سر بچه جوانش هم، سر دخترش هم، مگه اینا اونم کار نمی کنن؟ چرا که اینا بسیار مردم های رسیده هستن.
به نان، حداقل چیزایی را، شاید بسیاری چیزایی دیگه هم باشه که ما فکرم نشده باشه که به شما بگویم، و بد نیست که شما هم برای یکی دیگه تان بگوین. یکان دفعه این ویدیوگاه که تا بگی ما امروز در پارک رفتم، اینی سه تا رفیق خود دیدم، اینی کار کرد، همی کار را نکنین دوستای عزیزم. ما رفتم اینجا که اینی افغانا آمده بود که تا چپلی وی طرف دخترای مردم راستی، ما که در جای میریم رقم افغانستان نیست که هر کس دیو دیجم مردم که یک نیکرک میاد دخترشون در لب او تا میشن دیگه باستی تو نکو که باز بخصوص که زندار هم هستی، اولادار هم هستی، باز اولادای تان یاد نتین که دخترها از یا چیستن، خدا ناکده فایش هستن یا خیلوت پشت بچه هم بردن، نه. یا اینم یک دختر امریکایی اگه بخواه که تو برا میره، ایجا محدودیت نیست، اما تو نیست که کتمی هر کس که دید خیز بزن ها بیا که بریم، بیا که بریم، نه، او تو نیست، آزادی است. اما اینا آدم های نیست که روی سرک پاهایشان بلنده گردن هر کس باشه، او تو نیستن. خب یکان تا شاید باشه، ولی بهرحال اینا یک چند نقطه خورده بود که من خواستم را شما شریک کنم. اگه شما را آزرده کده باشه ما بسیار معذرت میخوایم. ما منظورم خدا ناکده به هیچ وجه نبود که در روی شما بکشم، نو بودن شما را در امریکا. ما خودم اینمی چیزها را دیدیم، اینمی چیزها را تیر کردیم، اینمی چیزها را یاد گرفتیم. من ایسی یک برادرت خواستم میره برد بگویم، نه برای ازی که تو را کم بزنم خدا ناکده، نه برای ازی که تو را قار بسازم خدا ناکده، برای ازی که یک کمک کنم که دو سه چهار سال بعد یاد نگیری، همیال دیست یاد بگیری و نام خدا اکتیاتان در افغانستان هم انگلیسی بسیار خوب یاد دارین، لایف استایل امریکا را میفهمین، کلی چیزا را از مکه در امیال اکتیات نفر ها میجا آمده، یک سال هم نشر از مکه در بسیار هم کار خوب دارن، هم زندگی خوب، هم اوشار والا بسیار اوشار اوشار. اما اکتیات دیگه ما که در سطح ما هسته پایین هسته، همونا یک کمک کمک داره زیادتر بر از اونا بود. تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ میسپارم.